خب سلام سلام مهرانم از چنل یوتیوب سلیسیوم توی این ویدیو میخوایم در مورد روش هایی که سرعت کود نویسیمون رو میبره بالا صحبت بکنیم با توی این ویدیو مباحثی که مطرح میکنیم مربوط به سیستم عامل خاصی نیست هم توی ویندوز قابل اجراست هم توی لینوکس قابل اجراست در مورد ادیتور ممکنه که بعضی از نکاتی که میگم فقط مربوط به سابلاین تکست باشه ولی میتونید ایده بگیرید برید روی ادیتوری که کار میکنید مثلا وی باشه یا حالا پای باشه و بقیه موارد برید همین ایده ها رو بگردید و توی اونها هم پیدا بکنید چون همینا توی اونجا هم پیاده شدن یا حالا مثلا توی اتم و بقیه موارد پیاده شدن ممکنه یه کمی روشش فرق داشته باشه که میتونید اونها رو هم بعد دیدن این ویدیو برید خودتون پیدا بکنید و باهاش کار بکنید خب یکی از نکات مهمی که برای افزایش سرعت کد نویسیتون نیازه اینه که دستتون روی موس نره رو کیبورد باشه اینکه بخواید کارا رو با موس با این موسی که اینجا میبینید انجام بدید باعث میشه سرعتتون خیلی بیاد پایین اون بازدهتون کمتر بشه دومین نکته اینه که سعی کنید تایپ دهنگشتی بکنید حالا من خودم دهنگشتی میتونم تایپ بکنم ولی همیشه باید نگاه هم به پایین باشه این خودش نقطه ضعفه حالا یه دوره هایی داره یه سه ماهی باید وقت بذاره من خودم هیچ وقت نشده این سه ماه رو وقت بذارم ولی خب خیلی خوبه که دستتون رو بذارید رو کیبورد تاق تاق تاخ تاخ بزنید و کد رو مثلا بتونید سریع تایپ کنید پس روی این هم یک تمرکزی داشته باشید ولی اصلی ترین موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم شورتکات ها هستن شورتکات ها خب کلیدهایی هستن که یه سری کارها رو برامون از روی کیبورد انجام میدن موز هم یه شورتکات ها داریم ولی بیشتر روی کیبوردن و همون قضیه دستمون رو کیبورد بمونه کمتر بره رو موز رو برامون اجرا میکنن حالا بعضی از بچه ها اونایی که روی لینوکس خیلی دیگه وسواس به خرج میدن میرن سمت یک ویندو منیجر های حالا اینطوری بهتون بگم این محیطی که میبینید مثلا یک دسکتاپی دارم که منوبار داره و کلی ابزار داره این بچه ها میرن سمت یه محیط که اصلا موس اونجا کار نکنه و فقط بتونن با کیبورد کار کنن مجبور باشن که با کیبورد کارشون را بندازن یه همچین تمرین هایی برای یه مدت اگه وقتش و حوصلش رو داشته باشیدم میتونه مناسب باشه حالا در مورد شورتکات ها ببینید یه سری مسائل هستن که عمومی هستن مثلا من بخوام اسم یه فایل رو تغییر بدم می نویسم F2 اینجا حالا یک ابزاری نصب کردم سکرین کی که هر کلیدی که بزنم برام نشون میده خب ببینید مثلا شما تو ویندوز تو لینوکس اگر زنید F2 میتونید یک فایلی رو رینیم بکنید دیگه نیاز نیست راست کلیک کنید بگردید دنبال رینیم و بعد این کار رو انجام بدید رو همون کیبورد همین کار رو خیلی سریع میتونید انجام بدید یا مثلا یک کلید دیگه هست تحت عنوان F5 که برای ریفرش استفاده میشه مثلا من الان دارم با زدن F5 دسکتاپ هم رفرش میکنم تازه که اومده بودم سمت لینوکس راست کلیک میکردم دنبال کلید رفرش میگشتم تو ویندوز بود که حالا اینجا نیست ولی گزینش به صورت F5 هست روی لینوکس هم رو ویندوز هم همینطوری نیاز نیست راست کلیک کنید و به این صورت بخواید رفرش کنید توی مرورگرها هم همینطوری مثلا میخواید این سایت رو رفرش کنید نیایید از اینجا با موس بزنید همین F5 رو عادت بکنید که با زدن F5 سفر رو رفرش بکنید تو سایر پنجره ها مثلا همین پنجره هم اگه میخواید فایل های موجود رفرش بشن F5 رو بزنید خودش میاد این رفرش رو براتون انجام میده یکی دیگه از موضوعات اینه که چطوری بتونیم یه صفحه جدید یا یه تب جدید رو باز کنیم مثلا وقتی تو ادیتورتون هستید توی مثلا فتوشاپ هستید توی هر نرمافزاری هستید معمولا وقتی کنترل ان رو بزنید یه صفحه جدید از اون نرمافزار براتون باز میشه نیاز نیست برید روی قسمت فایل و نیو اگه توی فایرفاکس همین رو بزنید براتون یه صفحه جدید وب باز میکنه اگر توی این پنجره مثلا فایل هاتون همونو بزنید براتون یه پنجره جدید باز میکنه حالا توی فایرفاکس یا این ویندو منیجری که من دارم ممکن بگید که نمیخوام یه فایرفاکس جدید باز بشه میخوام یه تب جدید باز بشه برای این کار کنترل تی رو فشار میدیم من هر چند بار که کنترل تی بزنم تب های جدید برام باز میشن توی حالا این پنجره مدیریت فایل هم همینطوریه هم هم کنترل تی که میزنم صفحات جدید باز میشن که میتونم اونجا کار بکنم یه موضوع دیگه همین موضوع پاک کردنه ببینید من کنترل تی میزنم یه چند تا تب باز میکنم نیاز نیست که روی همین ضرب درها کلیک بکنید روی موستون یک ویلی هست یه چرخی هست باش سهارو بالا پایی میکنید اگه روش فشار بدید عملیات کلیک کردن رو انجام میده بهش میگیم میدل کلیک بیاید موستون رو رو هر کدوم از اینا که میخواید بذارید مهم نیست کدوم ورشه مثلا این وسط ها روی همین میدل کلیک بزنید براتون اون تب بسته میشه اینجا هم دوباره میبینید قرار نیست حتما روی این باش اینجا میدل کلیک میزنم برام بسته میشه یه راهکار دیگه برای بستن حالا من دوباره حالا چند تا صفحه دارم اینه که بیاید از کنترل دبلیو استفاده کنید کنترل دبلیو براتون تب ها رو میبنده اینجا هم مثلا اگه من چند تا صفحه حالا از این تب ها داشته باشم کنترل دبلیو که میزنم اون تب ها رو برام میبنده بعد حالا این نکته دیگه یه سری نکات عمومی و سراسری هستم مثلا توی ورد هم میتونید باش کار کنید تو آفیس یا هر, هر ادیتور دیگه که دارید مثلا اگه بخواید یه متنی رو از اینجا کات بکنید و بیارید مثلا اینجا در ادامه این پیس بکنید برای سلکت کردن حالا سلکتش میکنید بهتون میگم چطور سلکت کنید کنترل X رو بزنید براتون کات میکنه و توی حافظه ذخیره میکنه حالا اگه بخواید در ادامه اینجا پیس کنید کنترل V بزنید براتون اینجا پیس کرد حالا من این کد رو برگردونم اگه بخواید از اینجا یه کپی بگیرید کنترل C بزنید هیچ وقت انتخاب کنید بعد راست کلیک این کار رو انجام ندید همین کنترل C رو بزنید رفت تو حافظه مثلا میخواید اینجا پیس کنید کنترل V میزنید پیس میکنید پس کنترل X کنترل C و کنترل V این ستا رو حتما یاد بگیرید بعد یه سری موضوعات دیگه هم هستم مثلا اگه کنترل او رو بزنید براتون یه فایل جدید رو میخواد اوپن بکنه میتونید فایلتون رو انتخاب بکنید و اون عملیات اوپن رو انجام بدید من فکر کنم فایل ویو رو میخواستم باز کنم که اشتباه بسته بودم خب میام اینجا اینو سلکت میکنم برام بازش میکنه بعد موضوع دیگه در مورد سرچ کردن و ریپلیس کردن مثلا فرض کنید من میخوام دنبال کلمه مثلا کوئری ست سرچ کنم دوبار روش کلیک میکنم میاد هر کلمه رو برام سلکت میکنم میبینید دو بار روش کلیک میکنم هر کلمه سلکت میشه حالا من روی کلمه کوئری کلیک میکنم کنترل اف رو میزنم شروع میکنه به سرچ کردن و میبینید اونایی که کوئری دارن دورشون هم یه خط کش دیگه برام مشخص باشن و روی فایند که میزنم برام پیدا میکنه تو همین حالت اگر من کنترل اچ رو بزنم میتونم کلمه کوئری رو به یه کلمه دیگه چنج کنم مثلا اینجا بنویسم change بعد روی replace all میزنم حالا این گوشه ای که اینجا هست و میبینم که هر جا که کلمه query بود به کلمه change تبدیل شده خیلی سرعت کارم رو میبر بالا میتونم پروژه رو اینطوری ریفکتور کنم حالا یه چیزی هم بگم شما یه تغییراتی ایجاد میکنید مثلا اینجا رو پاک میکنید اینجا رو پاک میکنید مثلا اینا رو هم پاک میکنید بعد میگید اه چرا اینا رو پاک کردم میخوام برگردم اقب کنترل زد رو که میزنید کارها مرحله به مرحله برمیگرده عقب بعد برمیگردید عقب میگید اه من قرار نبود برگردم عقب میخوام برم جلو دوباره کنترل وای رو میزنید و تا جایی که را داشته باشه میرید جلو و اون عملیات ها براتون ریدو میشن پس ریدو کردن با کنترل وای هست آن دو کردن برگشتن عقب با کنترل زد هست بعد یه موضوع دیگه مثلا میخواید این فایل رو که تغییرات رو ایجاد کردید سیو کنید توی فتوشاپ مثلا میخواید سیو بکنید نیاید اینجا فایل رو بزنید بعد دنبال سیو بگردید همینجا کنترل اس رو بزنید فایل براتون سیو میشه اگر کنترل شیفت اس رو بزنید که الان براتون کنترل اس آورد ولی من کنترل شیفت اس رو زدم میاد فایل رو سیو از میکنه یعنی همین فایل سر جای خودشه میتونید همین دیتا رو ببرید توی یک فایل دیگه براش یه اسم و فرمت تعیین کنید محلش رو مشخص کنید و یه جای دیگه اصلا سیوش کنید الان این فایل views.py داره از دسکتاپ اجرا میشه قبل از این از توی پوشه projects اجرا میشد بعد نکته بعدی که دارم خب کنترل A که برای انتخاب کردن همه محتواس اینا هم یاد بگیرید و خب یکی از نکات دیگه اینه که فرض کنید مثلا حالا یه مثال خوب بیارم براتون میخواید از این URL یه کپی بگیرید و مثلا یه کوچولو تغییرش بدید برای کپی گرفتن ببینید هر کدوم از این جایگاه ها که از هر کجا که دوستان مثلا اینجا اینجا اون کرسرتون رو قرار بدید کنترل C رو زدم کل اون لاین برام کپی شد حالا کنترل B که میزنم از همون لاینه یه کپی برام گرفت بعضی وقتا نیازی که مثلا شما از همون لاین یه چیزی دیگه ای داشته باشید ولی بخواید همون لاین رو یه کوچول تغییر بدید یا اصلا تکرار بشه پس من اومدم اول هر جا که دوست دارید اینجا بذارید اینجا بذارید هر جا که دوست دارید کنترل سی زدم کل این لاین برام با این پایین اومدنه کپی شد حالا بعدش میتونم پیس بزنم و میبینم که همون لاین برام کپی شد یه نکته ای هم بگم فرض کنید مثلا این خط اینجاست میخواید بیاد بعد از این خط قرار بگیره گفتم که خب سلکتش بکنید کاتش کنید بعد بیاد اینجا پیستش بکنید این کار رو نکنید راه کار ساده تری هست توی سابلاین تکس که میتونید بیاید کنترل رو بگیرید و ارای رو به پایین حالا من اشتباه گفتم کنترل شیفت ارای رو به پایین میبینید که این لاین رو تونستم موو کنم به سمت پایین حالا میتونم موبش کنم بالا و هر کجایی که خودم دلم بخواد میتونید چند تا لاین رو با هم سلکت کنید الان این چهار لاین با هم سلکت شد کنترل شیفت ارو بالا رو بزنید همه با هم میرم بالا یا همه با هم میام پایین اینم خیلی خوبه سرعتتون رو توی کد هاتون میبره بالا فرض کنید یه کدی نوشتید مثلا این قرار بوده توی یک آرایه دیگه باشه و حتما باید توی پایتون اون ایندنت ها رو هم رعایت بکنید حالا چطوری میتونید همه اینا رو ببرید جلو من دیدم بچه ها میان چهار تا اسپیس اینجا میزنن دوباره چهار تا اسپیس اینجا میزنن چهار تا اسپیس اینجا میزنن خیلی کار سختیه شما میایید همه این کد ها رو انتخاب میکنید کنترل و این علامت براکت بسته شدن رو اگه بزنید یه ایندنت میبره جلوتر دو تا سه تا چند تا که میخواید بزنید اگه برگشتن به عقب رو بزنید این ها رو میبره به عقب پس این هم باز یه نکته بود که میتونید اینطوری عقب و جلوش کنید گاهی وقتا کدتون خیلی طولانیه و میخواهید کوتاهش کنید از نظر نمایش مثلا میدونید که اینجا چه اطلاعاتی نوشته شده میخواید ارتفاع کد رو بیارید پایین میتونید کنترل شیفت و این علامت براکت بسته شدن رو بزنید کد براتون مخفی شدن نه اینکه نمایش داده نشن نگاه کنید از لاین 34 یه ها پریده پرید لاین 46 خب این وسط 12 تا لاین هست که اومده و فشرده شده مخفی شده نه اینکه حذف شده باشه و اگر دوباره حالا موستون رو بزنید کنترل شیفت و این علامت براکت هست. براکت که نگیم دیگه آکولات حالا میشه بزنید دوباره کتا براتون باز میشن و نمایش داده میشن این کار خیلی خوبه گاهی وقتها وقتا باعث میشه که اون نمایش کتاتون راحت تر بشه مثلا میدل ها رو اینطوری ذخیره بکنید بعد اینستال زب رو اینطوری ذخیره کنید باعث میشه که ارتفاع کتاتون کمتر بشه مثلا حالا اینو هم بیاید اینجا ذخیره کنید به این شکل هر موقع هم نیاز بود هر کدوم از اینا رو میتونید با این علامت دوباره بازشون بکنید کنترل شیفت حالا اون براکت باز و بسته شدن با اونا میتونید کار بکنید من اینجا تقلب نوشتم رو کاغذ که نمیخوام یه مطالب رو فراموش کنم برای همین اینجا نگاه میکنم فکر نکنید حالا دارم از یه جایی یه کپی پیست غیر اخلاقی میکنم خب بعد چی داریم کنترل وی و وای و زد رو هم گفتم آها یه نکته بگم بعضی از بچه ها اینجان من دیدم مثلا وقتی که میخوان برن انتهای کد موس رو بر میدارن میارن اینجا قرار میدن این خیلی سخته روی کیبورد یه دکمه هست تحت عنوان اند اند رو بزنید کرسر میره آخر خط هوم رو بزنید کرسر میاد اول خط حتی این اسپیس ها رو هم خوشبختانه خودش شناسایی میکنه دو تا باید هوم بزنید که بره اول اول اون اسپیس رو خوشبختانه خودش شناسایی میکنه گاهی وقتا من دیدم که حالا بچه ها اول لاینن میخوان برن آخر آخر میان از اینجا میرن آخر یا مثلا اینجوری میرن دونه دونه پایین خیلی سخته شما کنترل رو بگیرید هوم رو بزنید میرید اول خط کنترل رو بزنید اند رو بزنید میرین آخرین خط کد این رو هم در نظر داشته باشید آهان یه نکته ای رو هم بگم ببینید من اینجا سه تا تب دارم چطوری بین اینا سویچ کنم کنترل رو میگیرم شیفت آپ و شیفت دان. باعث میشه که بتونم بین تب ها حرکت کنم گاهی وقتا تعداد تب خیلی زیاده و مثلا این هم هست بعد نمیدونید دادتون اینجا بود اینجا بود اینجا بود باید بگردید توی این شرایط میاید کنترل رو میگیرید دوباره همین پیج آپ یا پیج دان رو میزنید حالا اینجا شاید خوب ندیدید پیج دان رو میزنم میاد سمت شب پیج رو میزنم میاد سمت راست اگه بخوام بین اینا اینایی که اینجا هستن پیمایش بکنم مثلا بیام سابلایم دیگه از موس استفاده نکنیم آلت رو بگیریم تب رو بزنیم آلت تب بین پنجره ها ما رو سویچ میکنم مثلا اینطوری میرم به سابلایم اینطوری میرم به اون فایل منجر اینطوری میرم به فارفاکسم، تو هم تو ویندوزم کار میکنن تو لینوکس هم اینا کار میکنن بعد, بعد 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 آن یه موضوع دیگه هست اینکه مثلا فرض کنید اینجا من میخوام مثلا اول همه اینا یک چیزی رو اضافه کنم مثلا اینجا که نوشته فرام میخوام اول این چهار تا لاین و این لاین و این لاین یه دو نقطه بذارم یه راهکار اینه که من بیام مثلا اینو سلکت کنم نقطه بذارم اینو سلکت کنم نقطه بذارم خیلی سخته توی سابلایم تکست شما میتونید کنترل رو نگه دارید و کلیک کنید میبینید که اینا همزمان با هم دارن انتخاب میشن این خیلی کار راحت تری بعد مثلا اینجا میتونید دات رو بذارید و مثلا هر چیزی که نیاز دارید که مثلا حالا از خودم یه چیزایی نوشتم میبینید که اون تغییر داره برای همشون اضافه میشه مثلا اونایی که دارن از HTML CSS استفاده میکنن خیلی پیش میاد که بخوان یه سری فایل ها رو مثلا اینطوری به صفحه لینک کنن بعد اون لینک عوض میشه مجبورن همه فایل ها رو با هم چنج کنن بعد اینم از این یه نکته دیگر رو هم بهتون بگم نکته اینه که شما اینو که سلکت کردید اگر کنترل دی رو بزنید همون عبارتی که توی این صفحه از اون رو هم سلکت میکنه ببینید الان مثلا رست فریم ورک میخوام رست فریم با من انتخاب بشه کنترل دی کنترل دی چهار بار زدم هر چهار تاشون انتخاب شدن یا مثلا میخوام کوئری ست ها رو انتخاب کنم ببین کوئری ست رو یه بار میزنم کل اون کلمه رو انتخاب کرد بازم میزنم اون پایینی رو سلکت کرد بازم میزنم این رو هم سلکت کرد حالا هر سه تا رو با هم برام سلکت کردم میتونم مثلا متنش مثل رو تغییر بدم به get به فرض حالا query set هر سه تا داره با هم چنج میشه این خیلی نیازه براتون یه جای دیگه ای هست شما میخواد یکی رو که انتخاب کردید همه با هم انتخاب بشه alt و f3 رو میزنید همه اونایی که query set get query set رو دارن با هم سلکت میشن این رو روش حتی بهتر از اون کنترل دیه هست که داره همه رو یهو یه و یه جا میگیره آخرین شورتکات های خیلی مهمی که میخوام با آتون. امروز به بحث بذارم یکیش در مورد پیمایش کردنه ببینید مثلا از بچه ها دیدم کرسرش اینجاست میخواد اینجا مثلا ایمپورت به این صورت نوشته شده خب کرسرش هم اینجاست میگم برو اون ایمپورت ها رو درست کن یا میاد با موس این کار میکنه که سرعتش میاد پایین یا میاد اروه به سمت حالا راست رو میگیره و اینطوری دونه دونه میاد و به اینجا میرسه خیلی سخته چیکار کنه بیاد کنترل رو بگیره ارو بزنه داره کلمه به کلمه پیمایش میکنه میبینید یه دونه زد ولی کل اون ریسپانس رو اومد و یه بار دیگه زد حالا رسید به اون ایمپورتی که پایانش مشکل داشت پس یه بار دیگه چک کنیم ببینید من میخوام از اون فرام برسم به ایمپورت میام یه دونه اند مثلا میزنم یه دونه کنترل گرفتم سمت چپ میزنم رسیدم به این پورت یا مثلا میام چیکار میکنم کنترل رو میزنم به سمت راست 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 چهار تا زدم رسیدم به اون نقطه که میخوام دیگه اینطوری حالا موس رو اروه سمت مثلا چپ رو بگیر برو عقب برو جلو نداریم این کار خیلی سخت تره تو پاک کردنم هم همینطوریه ببینید مثلا میخواید بعد از این فرام هرچی که هست رو پاک بکنید بهتر که کنترل رو بگیرید و دیلیت بزنید خب اینطوری دارید کلمه به کلمه پاک میکنید و این روش خیلی بهتره البته حالا این رو هم بهتون بگم اگه بخواید مثلا از اینجا که هست از فرام تا آخر رو یه ها کنید شیفت رو بزنید اند رو بزنید کل ادامه اون خط رو سلک کرد پاک کردید یعنی بهتر از این روشی بود که بهتون گفتم اگر کنترل شیفت رو بگیرید ارو سمت چپ رو بزنید داره به سمت چپ سلکت میکنه آن سلکت کرد به سمت راست سلکت میکنه یا اگر از اینجا بخواید سلکت کنید دوباره کنترل شیفت ارو سمت چپ سلکت میکنه ارو سمت راست هم سلکت میکنه ولی اگه بخواید تا آخر اون لاین رو پاک بکنید شیفت رو بگیرید اند رو بزنید همه رو سلکت کرد اگه بخواید از اینجا به اول رو پاک کنید شیفت رو بگیرید هوم رو بزنید همه رو سلکت کرد اگه بخواید یه لاین رو سلکت بکنید کنترل رو بزنید ال رو بزنید کل اون لاینه رو انتخاب کرد مثلا پاکش میکنه و اگه بخواید یه لاین رو کات بکنید دو کنترل رو بزنید X رو بزنید کل لاینه رو سلکت میکنه و کات میکنه بعد همینا ها یه نکته ای هم بگم اگه بخواید این تب ها رو ببندید کنترل W تب ها رو میبنده خب میبینید کنترل دبلیو داره تب ها رو میبنده مثلا تو فایرفاکس راحت تر دیگه میشه کنترل دبلیو میزنم تب ها بسته میشن ولی اگر Alt F4 بزنم کل اون نرم افزار رو میخواد ببنده مثلا کل فایرفاکس بسته شد بعد اینم از این یه دونه هم فکر کنم Alt F4 رو بزنید که الان نشون نمیده تو حالت عادی دیگه مثلا تو ویندوز یا هر جای دیگه میتونید سیستم رو شاتدان کنید یا ریستار کنید یا باکس میاره خیلی سریعتر میتونید شاتدان رو ریستار کنید ساده تر از اینه که بیایید اینجا رو باز کنید بعد این گزینه شاتدان رو پیدا بکنید اینا راهکارهایی بودن شورتکات هایی بودن که سرعت کارتون رو میبرن بالا حتما ازشون استفاده کنید حیف، حتما استفاده کنید تمرین کنید اگه یه نرم افزاری هست که میخواید یکی دو سال ازش استفاده بکنید حداقل مثلا یه ادیتور یه نرم افزار فتوشاپ یه ادیتور تصویری کاربن نرم افزار گرافیکی ادیت فیلم و هر چی موسیقی میخواید بسازی یا هر چی توی اینترنت بنویسید ها رو مثلا سرچ کنید مثلا گیم شورتکات مثلا فتوشاپ شورتکات پریمیر شورتکات هر نرم افزاری که هست ها رو شو برید سرچ کنید یاد بگیرید و با شورتکات ها سرعت کارتون رو ببرید بالا مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید مهران بودم از چنل یوتیوب سلیسیام حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید برای زنگوله هم بزنید که ویدیو جدید قرار دادم بر نوتیفیکیشن بیاد همینا حمایت کنید ساب کنید لایک کنید دونیت هم خواستید بکنید دونیت پایان ویدیو میزنم و دیگه تموم شد